سرخط خبرها. به خاک سپرده شدن قربانیان حملات انتحاری دیروز در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا. امروز واقعا ما به نام اسلام چنان گندی در جامعه اندوختیم که هرگز نمیتونیم این رو جمع کنیم. از دولت میخواهیم تا که برای این اماکن مقدس امنیت را تأمین کند. خواست شورای سرتاسری علمای کشور برای برقراری آتش بس از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی و گروه طالبان. مبارک لوی اختر در رسیدو په ویار دی دواړه خواوې اوربند اعلان کی. کشته شدن بیش از 50 مخالف مسلح به شمول 3 فرد کلیدیشان در ولایت کنر در عملیات نیروهای دفاعی. و نشر گزارش سازمان ملل در مورد متوقف نشدن برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی. به نام خدا و با عرض سلام به خبر شش از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 13 اسد 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 4 اگست سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. قربانیان دو حمله انتحاری در یک مسجد در شهر گردیز امروز به گونه دست جمعی به خاک سپرده شدند. در مراسم تشییع و خاکسپاری این قربانیان صدها تن از بستگان قربانیان و باشندگان شهر گردیز اشتراک کرده بودند. باشندگان شهر گردیز از بی‌توجهی و سهل‌انگاری مسئولان امنیتی در تامین امنیت شهروندان کشور به شدت انتقاد می کنند. در دو حمله انتحاری روز جمعه در یک مسجد در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا 34 تن جان باختند و بیش از 90 تن دیگر زخم برداشتند. مراسم خاکسپاری قربانیان دو حمله خونین انتحاری در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا 34 غیر نظامی که دیروز هنگام ادای نماز جمعه در مسجد جامع امام زمان قریه خواجه حسن شهر گردیز از اثر دو حمله انتحاری جان باختند امروز به گونه دست جمعی دفن خاک شدند. در مراسم تشییع و خاکسپاری این قربانیان مسئولان محلی صدها تن از بستگان قربانیان و باشندگان شهر گردیز اشتراک کرده بودند. شماری از عالمان دین ضمن محکوم کردن این حملات خونین انتحاری از دیگر علمای کشور می‌خواهند که در برابر همچو حملات خونین انتحاری و انفجاری سکوت نکنند. امروز واقعا ما به نام اسلام چنان گندی در جامعه اندوختیم که هرگز نمیتونیم اینو جمع کنیم. و از تمام علمای اسلام خواهش می اینه که فتوا صادر کنند و بدون ترس و بدون حراس برای تمام مسلمان ها بگوید تا امروز اشتباه کردیم، تا امروز ما خطا رفتیم. از این به بعد بیاین به هم دیگرتون فکر کنین، به انسان ها فکر کنین. خدایی که رب العالمین است و تمام عالمیان را خدا پرورش داد هیچگاه راضی نیست. باشندگان شهر گردیز از بی‌توجهی و سهل‌انگاری مسئولان امنیتی در تامین امنیت شهروندان کشور به شدت انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که حکومت مسئولیت دارد تا در تامین امنیت شهروندان کشور تلاش کنند. آیا این لکه ننگ، لکه شرم نیست؟ یک مقامات دولتی که ما خبر بودیم، وقتی که تو خبر بودی تو بخش از یاد سر پیگیری نکردی. بخشی را پیش از پیش خونسا نکردی. بخش نیروی امنیتی را زیافتر ناوردی جای به جای نکردی. بخش ما را نگفت. از دولت میخواهیم تا که برای این اماکن مقدس امنیت را تأمین کند. ما از دولت همی خواهش داریم. در دو حمله انتحاری در مسجد در شهر گردیز 34 تن جان باختند و بیش از 90 تن دیگر زخم برداشتند. شماری از باشندگان شهر گردیز از کمکاری نیروهای امنیتی در انتقال زخمیان نیز انتقاد میکنند.
از این حکومت ما شکایت داریم که بعد از دو ساعت بعد اینجا نه پلاسی درک داشت، نه امنیتی درک داشت. کل زخمی را در موتر ایچه انتقال دادیم، در موتر سراشه و تیکسی و موتر را از شاه از را دست می دادیم. این زخمی را کل خود ما انتقال می دادیم. قماندان امنی ولایت پکتیا می گوید که نیروهای امنیتی در حد توان در تامین امنیت این مسجد و انتقال به موقع زخمیان این رویداد به شفاخانه ها تلاش کردند. کم وقتی دغه عمل تر سره شو، زمنګ امنیتی ځواکونه په هغه لحظه کې د بررسی د ټیم شمول ځای ته رسیدلی دي، مګر متاسفانه چې د چون هلته مرګ ژوبله زیاته وه او دوی هغو ډېر احساساتي وو، نو په دې خاطر یې موږ پولیسو ته اجازه ورنکړه شوه چې د ټیم بررسی محل د واقعې ته لاړ شي او هغه بررسی کړي او په زمن کې د دوی نورې څېړنې هم ترسره کړي. این رویداد با واکنش های نیز روبرو شده است. رئیس جمهور غنی این حمله را جنایت و ضد اسلامی عنوان کرده و گفته است که هراس افغانان با هدف قرار دادن افراد ملکی و حمله به مساجد یک بار دیگر ماهیتشان را که در ضدیت با ارزش های اسلامی و حقوق بشری قرار دارند نمایان کردند. او افزوده است که هراس افغانان با انجام این گونه حملات در میان مردم تفرقه مذهبی ایجاد کردن نمیتواند. در این حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد دو حمله انتحاری در یک مسجد در شهر گردیز را به شدت محکوم کرد. تدامیچ یاماماتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد گفته است که این رویداد که در آن افراد ملکی هدف قرار گرفتند قابل توجیه نیست و کسانی که مسئولیت انجام این حمله را بر عهده دارند باید به عدالت کشانیده شوند. او افزوده است که چنین حملات علیه نمازگزاران و مکانهای مذهبی نقص جدی قوانین بین المللی است که جنایت جنگی نیز شمرده می شود. شورای سرتاسری علمای کشور خواهان برقراری آتش بس دو طرفه از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی و گروه طالبان در جریان روزهای عید قربان شد. رئیس شورای سرتاسری علمای کشور در یک نشست خبری از دو طرف خواست تا با برقراری این آتش بس زمینه را برای آغاز گفتگوهای صلح فراهم کند. رئیس دولالنشای شورای عالی صلح میگوید در صورت برقراری آتش بس تدابیر برای مدیریت درست آن گرفته شده است. در این حال حکومت کمیسیون‌های فرعی برای بررسی پیشنهادهای 3000 عالم دینی که دو ماه پیش در یک نشست بزرگ در خیمه لوی جرگه ارائه داشتند ایجاد کرده است. مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای کشور امروز در یک نشست خبری گفت که کمیسیون‌های فرعی برای بررسی پیشنهادهای 3000 عالم دینی که دو ماه پیش در یک نشست بزرگ در خیمه لوی جرگه ارائه داشتند ایجاد شده است. او گفت که 24 تن از علما در سه کمیته فرعی تعیین شدند تا طرح‌هایشان درباره پیشنهادهای علما برای اصلاح جامعه را ترتیب و به رئیس جمهور ارائه کنند. پیشنهاد کو چه دی مبارک لوی اختر در رسیدو په ویال دی دواړه خواوی اوربند اعلان کی او موقتی نه دا اوربند پسې وغځېږي تر څو چې د سولې لپاره د مذاکراتو کولو زمینه مساعده شي. نزدیک به 3000 تن از علما حدود دو ماه پیش در یک نشست خبری در خیمه لوی جرگه بر حرام بودن جنگ جاری در کشور فتوا دادند و در قطعنامه پایانی نشستشان پیشنهادهای را برای تامین صلح، آتش بس دو جانبه و اصلاح جامعه ارائه کردند. به دنبال آن پیشنهادها رئیس جمهور غنی بر ایجاد کمیسیونی برای بررسی پیشنهادهای علما حکم صادر کرده است. از سوی هم رئیس شورای سرتاسری علمای کشور در نشست خبری خواهان برقراری آتش بس دو طرفه از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی و گروه طالبان در جریان روزهای عید قربان شد تا زمینه برای آغاز مذاکرات مستقیم بین دو طرف فراهم شود. محترم جمهور رئیس و صدیرش کسیز کمیسون و تاک دا پیو اسلامی حواد که اسلامی نظام د شارک حیثیتونه لري دا موضوعات او
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در نشست گفت حکومت مسئولیت دارد تا زمینه را برای تطبیق پیشنهادات علمای کشور مساعد سازد و از این پیشنهادات برای بیرون رفت از وضعیت کنونی استفاده مؤثر کند. او در عین حال گفت در صورت برقراری آتش بس تدابیری برای مدیریت درست آن گرفته شده است. اگر آتش بس هم اعلان میشه این دفعه آمادگی کامل در عرصه هستن و ما مطمئن هستیم که از او آتش بس باید یک استفاده درست و واقعی شود، به خاطر که ما در ولسوالی های ناامن و در جاهای ناامن هم از خشکسالی، هم از این بدبختی که داره و هم از جنگ ها بسیار مشکلات مردمی داریم. به دنبال صدور فتوای علما در مورد ناجایز بودن جنگ جاری در کشور، حکومت افغانستان و گروه طالبان آتش بس چند روزه را در ایام عید فطر اعلام کردند که با استقبال گرم روبرو شد. انتظار می رود که در ایام عید قربان نیز حکومت افغانستان آتش بس چند روزه با گروه طالبان را اعلام کند. کمیسیون انتخابات از کمیسیون شکایت انتخاباتی می خواهد تا نتایج بررسی هایش را هرچه زودتر به این کمیسیون بفرستد. مسئولان این کمیسیون می گویند که تأخیر در فرستادن این نتایج کارهای آنان را با چالش های به همراه خواهد کرد و گفته آنان برای آنکه کمیسیون انتخابات کارهایش را به صورت منظم و به وقت آن انجام داده بتواند، نیاز است تا نتایج نهایی بررسی ها و فهرست نهایی نامزدان ولسوالی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برای آنان فرستاده شود. بر اساس تقویم انتخاباتی، پنج شنبه هفته گذشته باید نتایج نهایی بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلام می شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی می گوید کار بالای بررسی شکایات ثبت شده در این کمیسیون جریان دارد و بعد از ختم رسیدگی به شکایات، لیست نهایی نامزدان را برای اعلام به کمیسیون انتخابات ارسال می کند. شورای عالی صنایع معادن و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و معاون پیشین ریاست جمهوری دیدار نمود. دیدار کنندگان حمایتشان را از روند صلح اعلام داشته و بر سهمگیری همه مردم در این روند تاکید کردند. به گفته آنان سرمایه گذاران زیادی علاقه دارند در بخش‌های گوناگون در افغانستان سرمایه گذاری نموده و به سرعت اقتصاد این کشور را متحول بسازند، اما آنان به دلیل نگرانی‌های امنیتی نمی‌توانند دست به چنین اقدامی بزنند. با توجه به وجود چنین نگرانی‌های این سرمایه‌گذاران بر ضرورت برقراری صلح تاکید کرده و از رئیس شورای عالی صلح خواستند که هرچه زودتر در این راستا توجه صورت بگیرد. دیدار کنندگان همچنین تعهدشان را در جهت سهمگیری در امور ملی اظهار داشته و وحدت و همدلی مردم و اقوام کشور را یگانه راه موفقیت و عامل پیروزی بر چالش ها دانستند. آنان به رئیس شورای عالی صلح اطمینان دادند که از هیچ تلاش و کوشش در جهت تقویت وحدت و همدلی و نیز کمک بر روند صلح فروگذار نخواهند کرد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از حسن نظر این سرمایه‌گذاران و متنفذان اظهار سپاس و قدردانی نمود. رئیس شورای عالی صلح حمایت عموم مردم از روند صلح را به معنای وجود اجماع ملی در این زمینه دانسته و نقش سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاران را در زمینه ایجاد تفاهم و صلح با اهمیت توصیف کرد. به گفته وی آتش بس روزهای عید گذشته نشان داد که شهروندان افغانستان طرفدار جنگ نیست و از صلح، وحدت و اخوت دینی و میهنی حمایت می نمایند. رئیس شورای عالی صلح همچنین اظهار امیدواری کرد که در روزهای عید آینده نیز آتش بس برقرار شود. مسئولان اداره آبرسانی هرات از کاهش سطح آبهای زیرزمینی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند که در این اواخر در برخی مناطق این ولایت 7 متر آبهای زیرزمینی در این ولایت کم شده است. شماری از فعالان مدنی می گویند که نبود بندهای بزرگ آبی سبب شده است تا آبهای زیرزمینی کاهش یابد.
در این اواخر نگرانی ها از کاهش آبهای زیرزمینی در کشور بیشتر شده و مردم نسبت به آینده این وضعیت نگران است. مسئولان اداره آبرسانی ولایت هرات در یک نشست خبری میگویند که در برخی مناطق 7 متر و در برخی دیگر مناطق بیشتر سطح آب کاهش یافته است. رئیس این اداره تأکید دارد که هیچ برنامه به خاطر هدایت آبهای زیرزمینی ندارد، چون از جمله وظایف وزارت انرژی و آب است. متاسفانه وضعیت آبهای زیرزمینی از بابت آلودگی و از بابت افت روز به روز بدتر شده میره و این عنوان یک چالش مطمئناً در 10 سال آینده دامنگیر خود شهر هرات خواهد بود. بنا به میزان استخراجی که متاسفانه در بخش زراعت از آب آشامیدنی میشه، این بسیار نگران کننده است. در همین حال شمار از فعالان مدنی از کاهش آبهای زیرزمینی ابراز نگرانی کرده و میگویند که نبود بندهای بزرگ آبی سبب شده است تا آبهای زیرزمینی کاهش یابد. متاسفانه از اثر نبود بند و انهار و سدهای کلان آبگردان باعث شده که مردم روی بیارن به استفاده از آبهای استراتژیک. و متاسفانه آبهای استراتژیک به گونه بسیار بی‌رویه‌ای در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته که امیدواریم دولت در قبال این مسئله یک راهکار هدفمند جستجو کنه. مسئولان اداره محلی هرات میگویند که امسال با خطر جدی خشکسالی روبرواند. بر اساس گزارش ها کاهش آب بند سلما از 2 میلیون متر مکعب آب به 800,000 متر مکعب آب رسیده است. مسئولان اداره محلی هرات تأکید می ورزند باید جلوی مصرف بی‌رویه آبهای زیرزمینی گرفته شود. این روزها ولسوالی های محترم هر یک مکلفیت دارد در روشنه خانین اقدام بکنند، اما نباید ما مشکلات شهروندان هم نادیده بگیریم. مشکلات بخصوص دهخانان در سطح ولسوالی ها بسیار جدید. منابع آبی روی زمینی از جمله رودها، کاربارها و دریاها کاملا خشکیده، هیچ گونه منبع آبی وجود ندارد. اجبار سبب شده که شهروندان زاری یک مبلغ قابل مراجعه را هزینه بکنند به خاطر استخراج منابع زیرزمینی آب. همکنون در بسیار از ولایات کشور شهروندان با کمبود آب مواجه هستند. چند پیش مسئولان اداره عمومی آبرسانی اعلام کردند که سطح آب زیرزمینی در کابل، هرات و شمار دیگر از ولایات کشور کاهش یافته است. وزارت دفاع ملی از وارد شدن تلفات سنگین بر مخالفان مسلح دولت در ولایت کنر خبر می‌دهد. وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه گفته که در عملیات زمینی و هوایی که از سوی نیروهای دفاعی کشور در مربوطات ولسوالی‌های غازی آباد، اسمار و ناری ولایت کنر راه اندازی شده، 51 مخالف مسلح به شمول 3 کماندانشان کشته شدند. در این خبرنامه همچنان آمده است که در جمع کشته شدگان این عملیات سلطان محمد مسئول نظامی طالبان در ولسوالی اسمار، مولوی حضرت علی ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی اسمار و مولوی عمران ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی غازی آباد نیز شامل هستند. گروه طالبان به پسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی چنارتو در اورزگان حمله کرده است. مقام‌های محلی ولایت اورزگان گفتند که افراد طالبان شب گذشته بر پسته های نیروهای امنیتی در این ولسوالی حمله کردند که در پی آن یک قرارگاه اردوی ملی و 2 پسته نیروهای پلیس سقوط کرده است. ولسوال چنارتوی اورزگان میگوید که در جریان درگیری میان دو طرف 11 طالب و 3 سرباز نیروهای دولتی کشته شدند. نیروهای امنیتی و بین المللی در عملیات‌های مشترک مخفیگاه‌های گروه طالبان در مربوطات ولسوالی دهراوت ولایت اورزگان را هدف قرار دادند. سخنگوی قول اردوی 205 اتل میگوید که این عملیات در یک شبانه روز گذشته در منطقه پل منان از مربوطات ولسوالی دهراوت اجرا شده است. به گفته وی در این عملیات 14 عضو گروه طالبان کشته شدند و مخفیگاه ها و مقدار سلاح و مهمات گروه طالبان در منطقه پل منان از بین برده شده است. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته. گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. $1 آمریکایی 72 افغانی و 10 پول،
یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 20 پول، یک یورو 83 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 55 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 592 افغانی. این هم چند خبر از خارج کشور. سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که کره شمالی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی خود را متوقف نکرده است. این گزارش که به درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد تهیه شده، خاطر نشان می‌کند که کره شمالی همچنان به در زدن تحریم‌های اعمال شده می‌پردازد و سلاح‌های خود را به کشورهای خارجی می‌فروشد. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که فعالیت‌های کره شمالی باعث ناکارآمدی ترین دور تحریم‌های وضع شده از سوی سازمان ملل متحد شده است. این گزارش خاطر نشان می‌کند کره شمالی سعی کرده از خدمات قاچاقچیان سلاح سوری برای فروش سلاح به لیبیا، یمن و سودان استفاده کند. با گفته این گزارش، افزایش چشمگیر در نقل و انتقالات غیر قانونی برای فروش نفت و سلاح دیده می‌شود. کره شمالی تا هنوز واکنش نسبت به این گزارش نشان نداده است. هفته پیش مقام‌های آمریکایی گفتند کره شمالی در حال ساختن مشک‌های بالستیک جدیدی است. سازمان صحی جهان میگوید یمن با خطر شیوع جدید بیماری وبا روبرو است و خطر سوی تغذیه میزان تلفات بیشتر خواهد بود. رئیس بخش واکنش اضطراری سازمان صحی جهان در یک نشست رسانه‌ای در شهر ژنو گفت در سالهای اخیر دو موج گسترده شیوع بیماری وبا در یمن روی داده و اطلاعات جمع‌آوری شده در روزها و هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که این کشور با خطر یک بیماری واگیر روبرو است. سازمان صحی جهان از همه طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که طبق قوانین بین‌المللی رفتار کرده و به درخواست سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی برای برقراری 3 روز آتش بس و آزمایش کامل احترام بگذارند تا این سازمان بتواند کار واکسن کردن غیر نظامیان را انجام دهد. بر اساس گزارش‌ها قرار است که 3000 کارمند صحی طی 3 روز آینده و بیش از 500000 کودک را در این کشور واکسن کند. چین خواهان حل اختلافات تجارتی با آمریکا شد. یک دیپلمات ارشد چین پس از دیدار با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است که کشورش خواهان حل اختلافات با ایالات متحده به گونه است تا هر دو کشور به طور مساویانه از روابط تجارتی نفع ببرند. او همچنین افزود که دو کشور درباره جنگ تجارتی میان ایالات متحده و چین به گونه خاص بحث نکردند. این در حالی است که دونالد ترامپ با تازگی به مقام‌های تجارتی حکومت خود دستور داده تا 25% تعرفه گمرکی را بر 200 میلیارد دلار واردات چین به ایالات متحده وضع کنند. مسئولان ماهنامه فرهنگی صلح جهانی و برخی نمایندگان برنامه صلح این ماهنامه در دیدارشان از 5 کشور اروپایی خواستار افزایش تلاش‌های جهانی برای صلح شدند. آنان در دیدارشان از کشورهای آلمان، سویدن، نروژ، رومانیا و اوکراین خواستار منسجم شدن تلاش‌ها برای تقویت برنامه‌های صلح جهانی به خصوص وحدت دو کره شدند.
رئیس این هیئت با بیان اینکه هر فرد می تواند حامل پیام صلح در جامعه باشد، می گوید که یک جهان صلح‌آمیز بهترین میراث برای نسل‌های آینده بشر است. در دیدار این مسئولان از این کشورهای اروپایی، شماری از اعضای جامعه مدنی و مسئولان کشورهای اروپایی از این برنامه‌های صلح حمایتشان را اعلام کردند. شهروندان ایران به خاطر درجه بلند تورم و مشکلات روزافزون اقتصادی در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش‌ها روز گذشته صدها تن از مظاهره کنندگان در شهرهای مختلف این کشور به سرک‌ها آمدند و به خاطر درجه بلند تورم دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش‌ها پلیس با تظاهر کنندگان برخورد کرده است. این تظاهرات برای چهارمین روز متوالی است که به خاطر وضعیت اقتصادی در شهرهای مختلف ایران تظاهرات می کنند. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.